بله، در ادامه برنامه هستیم و در این بخش شاید حتی فکرم نکنین که ما در کنار ما کیها هسته. کم کم خب معلوم میشه، بله. اما باید بیشتر توضیحات بدین. بله. این که ما امروز آمدیم در اینجا بسیار در یک فضای آرام برنامه اجرا میکنیم، این که شما در خانه هایتان و در خانه های دوستایتان دید و بازدید دارین و با فکر آرام با همدیگر عید را با همدیگر مبارک میگین، و این که هموطنان ما در تمام ساحات شهر کابل با تمام آرامش گشت و گذار میکنه، تماما برمیگرده به افتخارات وطن، سربازان دلیر افغانستان، بله. که خوشبختانه امروز در برنامه با ما هست. واقعا ما و مصر خیلی خوشحال هستیم که امروز اینا رو در کنار خود داریم. افتخارات وطن ما هستن، اینا هستن که ما هستیم، به یارامش میتونیم زندگی کنیم. واقعا باعث افتخار ما هستن اینا. قربان شما، خیلی خوش آمدین. و همچنان گروه باندوی ریاست شهرواری کابل از بخش کلتوری هم در برنامه با ما هست و در آغاز این بخش اجرای سرود ملی هست و با همین سرود ملی بصیر مجاهد آمر مطبوعات پلیس در کنار ما خواهد بود. خوش آمدین به سلام افغانستان و آقای مجاهد، خوش آمدین. سلام. صحبتان خوش آمدین. شما مبارک. خیلی خوش آمدین. یاد شرفان بر اردوی شما. تشکر. یک جهان تشکر. شما بدون از این همیشه به ما تحفه دادین، همین که خدمت میکنین به وطن بر ما بزرگترین تحفه است. سلامت باشین. فرمایید. خیلی خوشحال هستم. یک جهان تشکر از شما و مصر جان. خب. آقای مجاهد دوباره عیدتان مبارک، بخیر آمدین. بسیار تشکر. سلام خدمت شما همکاران عزیزتان. دوباره که در گام نخست عید سید الحجه برای شما کارکنان تلویزیون میوند و همه این مردم باعث در افغانستان بخصوص قهرمانان باقی سرزمین منصوبان شجاع دلیر و قهرمان نیروهای ملی و دفاعی افغانستان، کسانی که امروزه در قله های شامخ کوهپایه های افغانستان سینه هایشان را سپر کردند و به خاطر دفاع از مردمشان شب روز تلاش میکنن برای یک های اونا عید سید قلب مبارک باد. ما شما تشکری میکنیم که واقعا امروز اینا را در کنار ما قرار دادیم. واقعا ما خیلی خوشحال هستیم که امروز عزیزان در کنار ما هستن. واقعا هرچقدر که ما بیایم صحبت کنیم درباره اینا، هرچقدر تعریف کنیم، هرچقدر بیایم، یعنی هیچ گفتنی نمیتونیم داشته باشیم، به خاطر اینکه هر تعریفی کنیم در برابر اینا خیلی کم هستن. بله مسرا جان، و اینها همان کسان هستند که میتونیم بگیم قهرمانان واقعی افغانستان هستند. به خاطر همینا هست که ما میتونیم روزمره تمام کارهای خود پیش ببریم و با فکر آرام و با ذهن آرام کار بکنیم و گشت و گذار بکنیم. قربان شما، ممنون از این که هستین. ما دعا میکنیم که همیشه صحتمند باشین. شاید اینا کسان باشن که فامیل، فرزند، خانواده، همه چیز را کنار گذاشتن و به صورت ملی کار میکنن و برای تمام مردم افغانستان کار میکنن. فامیل از اینا افغانستان هست. بله، خیلی خوشحال هستیم شما را در کنار خود داریم. و شما بگوین که امروز عید را چطور آغاز کردین؟ بسیار تشکر. آمین. قبل مقبول گردانه آغازی در ما الان دم خیلی خوب سریع کردیم، یعنی خوب آغاز کردیم و الان دم خیلی خوب پیش رفتم. نماز با عید رهبری قماندانی امنی ولایت کابل داخل مسجد قماندانی امنی کابل ادا کردیم با سایر منصوبین پلیس کابل،
و خوشبختانه نمازهایی در تمامی نواحی شهر کابل و در ولسوالی‌های ولایت کابل به خیر و به خوشی سپری شد، یعنی مردم ما در یک فضای امن نمازشان ادا کردن و منصوبین پلیس کابل در یک هماهنگی بسیار خوب با ریاست امنیت ملی کابل، گارنیزون کابل، فرقه 111 کابل، تمام نقاط شهر کابل و ولسوالی های کابل تحت پوشش امنی و کشفی قرار دادن تا مردم ما در یک فضای امن عیدشان را سپری بکنن. با تاسف چند واقعی که در ماه مبارک رمضان داشتیم، دشمنان مردم افغانستان تلاش کردند تا از آن ما را مخشوش بسازند، تعدادی از هموطنان ما را شهید و مجروح ساختند که ما برای شهدا جنت برین و برای مجروحین شفای عاجل استدعا میکنم از دربار خداوند منان. عید است، انشاءالله که خوش بگذره به تمام مردم ما و بر شما هم لباسایتان مبارک. سلام شما برای ما گل آوردین و واقعا در برابر گلهایی که در مقابل ما بودن این گلها هیچ هست، واقعا شما گلهای زیباتر را بر ما آورده بودین. واقعا سربازا را که امروز میبینین با چهره های بشاش شب روز در خدمت مردمشان هستن. ما هیچ نوع رخصتی در عید نداشتیم، هدایت رهبری وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان همی بود که احضارات درجه یک خاط داشتیم ما به خاطر تأمین امنیت مردم ما و همه ما در وظایف خود بودیم. شخصا من که آمر مطبوعات پلیس کابل هستم، امروز و فردا را عملا در وظایف خود بودم. انشاءالله که پس فردا من خدمت بعضی از دوستا خود رفتم و ما با کسایی که رسیدن میتونم ما از طریق تریبیون تلویزیون شما برشان عید مبارک باد میگم. آقای مجاهد، شما گفتن که سربازای ما رخصتی ندارن و مصروف خدمت به وطن هستن در روزهای عید. بله، در روزهای عید مصروف کار هستن، ولی در اینجا رسالت ما چی هست همتون عزیز؟ اینکه سربازان ما در بیرون هستن و امنیت ما را گرفتن، ولی ما هم باید کار انجام بدیم. حداقل خیر باشه از خانه هایتون وقت بیرون رفتین، یک بار سر به کسایی که سرباز هستن و به خاطر امنیت ما تلاش میکنن و زحمت میکشن دست گل هدیه بکنن. کار بسیار آسان هست، من فکر میکنم زیاد هزینه نداره. بله، خیلی هزینه نداره، اما میتونن با یک دست گل اینا رو خیلی خوشحال بسازن که بدانن که ما مردم اینا از ما حمایت میکنن. ما هم باید با گل یا با هر چیزی که میتوانیم با تشویق ما از اینا حمایت کنیم تا اینا روحیه بگیرن تا بیشتر تا بهتر بتونن در سرزمینی که واقعا جنگ های خیلی سخت را پشت سر گذاشتن ده روزهای خوب و خوش را داشته باشن. بله. و آقای مجاهد بر ما بگوین که سه روز عید هموطنان ما بر هموطنان ما چقدر اطمینان دادن میتونن که وضعیت امنیتی بهتر هست و هموطنان ما میتونن که با فکر آرام از عید تجلیل بکنن؟ قسمی که من قبلا گفتم مطابق به رهبری هدایت رهبری وزارت امور داخله ما پلان برنامه امنیتی خود داریم، امانگی وجود داره، نقاط مختلف خصوصا ساعات آسیب پذیر آسیب رسان تحت پوش امنی و کشفی قرار داره و منصوبین قهرمان شما، منصوبین پلیس، اردو و امنیت ملی همشان در حالت آماده باش هستند، خصوصا یک تیم مشخصی که به خاطر تدابیر امنیتی روزهای توظیف شدن اونا در وظایفشان هستند. خب در این شک نیست که دشمنان مردم افغانستان تلاش خواهد کردند تا خوشی های مردم ما را به غم تبدیل بکنن، اما فرزندان اصیل این سرزمین که در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هستند اونا هم با سپر کردن سینه هایشان در مقابل دشمنان مردم افغانستان قرار دانند، از مردمشان از کشورشان دفاع خواهد کردند و تامین امنیت خواهد کردند. خوب است که مردم عزیز ما قسمی که همیش لطف کردن همکاری کردن با نیروهای امنیتیشان بخصوص با منصوبان پلیس کابل همکار همگام باشند در راستای تامین امنیت ما را همکاری بکنند. ما شماره 100 پلیس کابل و شماره 119 وزارت امور داخله را به شکل 24 ساعت در اختیار مردممان قرار دادیم تا اینکه اگر با موارد مشکوک با افراد مشکوک در نقاط مختلف شهر کابل در ولسوالی های ولایت کابل برمیخورند از طریق این شماره ها تماس بگیرند با پلیس و نیروهای امنیتیشان همکاری بکنند. ان شاء الله ما مصمم هستیم به شکل آن وایت اجراد بکنیم و جلو تحرکات خصمانه دشمنه بگیره. بله آقای مجاهد، صحبت ها خیلی شیرین هست و میوه خوشکم بگیرین. این میگیره ما پشتر رفتیم را بدل نمانده باشه. نه نه، از جوس هم میتونی از جوس میوه خوش میوه تازه از هر کدامش استفاده کردن. امروز اید است، یک مابات
نه یک ماه مهم برک رمضان سپری شد طبعا هر طرف باید هر چیز نوشان کنه دوستا و ما کم کم باید بگیریم آه که باز به هر جا بتانیم استفاده بکنیم که اگر زیاد بخوریم باز خدای نخواست نمریض نشه. قسم هست که ما پیشتم در مورد پرخوری صحبت داشتیم اما میوی خوش خود دیگه سی روزی دسته که بعد سی روزی دیگه بود میوی خوش که لذت هم به اندازه نه که آدم از کار بندازه. بله دقیقا شما امروز جای رفتنی هستین در خانه های فامیل ها؟ من قبلا به شما گفتم که من امروز فردا را در وظیفه هستم و واقعا افتخار میکنم دقیقا که این لباس مقدس بر تن من است و در خدمت مردم هستم بخصوص شهروندان عزیز کابل. با افتخار درست در وظیفه هستم. انشالله که سیومید من نزد یک تعداد دوستا خود رفتم اما بعضی رسانه ها به شکل این شخصی یا خصوصی هم دعوت کردن که من از تعداد از دوستا معذرت میخوایم چون در وظایف هستم شاید رفتن نتانم. بله. انشالله که بعد از سیومید باز در خدمت دیگه دوستان قرار خواهد گرفت. بله واقعا پس ما خوشبخت هستیم که شما رو در کنار خود داشتیم. اولین پروگرام بود که ولی در رسانه زیبای شما در میوند آمدم. بله شما سلامت باشین. بخیر باشین. حرف بجا و مهمی را که پیشتر گفتین که مردم باید با شما همکار باشن. در صورتی که مردم همکاری نکنن طبعا شما به تنهایی نمیتونید که امنیت شهر کابل رو بگیریم. پس مردم عزیز افغانستان حداقل به خاطر امنیت خودتون با پلیس کابل همراه باشین و همکار باشین. ما دوست داریم که برنامه خوب امروز با شما داشته باشیم و داریم هم که سربازا را در کنار خود داریم. بله. همچنین گروه باندا که واقعا یک اجرای خیلی عالی داشتن. اینا دور هستن اگه نه بر از اینا هم میوه خوش بیدارم دوستا ما عوض شما بخور بجاز است ما به اترام سرود ملی پر افتخار کشور چون در ختم سرود ملی من رسیدم من اترام کردم به شکل نظامی و سرود ملی افغانستان و به این عزیزانی که تشریف داشتن در کل ما و شما در مقابل کشور ما مسئولیت داریم چی شما هم سربازایی هستین که بسیار شجاعانه در پرده های تلویزیون ها تصویر میشین و به خاطر پیشرفت و ترقی سرزمین میکوشین واقعا با تشکر از لطف همیشگی شما و من تقاضا دارم که همیش و همین شکل در کنار نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان باشین. اینا برادران شما یعنی همیشان اعضای فامیل ما و شما هستند و به خاطر تامین امنیت ما و شما توظیف شدن و تشویق سخت نیاز دارن و امیدوار هستم که اینا عرش گذاشته شد و امروز از تلویزیون میوند از دوستایی که امروز در ساختار برنامه زحمت کشیدن از اینا ما تشکری میکنم کمچه یک برنامه زیبا را تهیه کردن و خواستن از تعدادی از قهرمان ها تقدیر بکنن و اینا را تشویق بکنن. فکر میکنم وجود شما و وجود اینا برنامه را زیبا ساخته. لطف دارین. شما نباشید فکر نمیکنم برنامه ای باشه یا حتی زیبایی باشه. از میوه خوش کدام خوش دارین؟ خب در بین دوستا هم چیز گفتن یعنی خوش خوش دارین؟ همیشه خوش داره با خب یک کمی میگیرم من کشمش که در سایه پختمش یعنی سایگی به اصطلاح ما وطن دارای ما کشمش زیاد دوست دارم در کنارش بادام با دگر نام چهار مغز می یا پسته می یا کاجور به هر شکل یعنی به همه میوجات این چیزایی است که در دیگر کشورها واقعا مردم بسیار علاقه مندی داره و امی تولیدات کشور ما شما جیب هم دارین معلوم نه جیب دارم جیب هایم لباس ها معلوم میشه که شما جیب هم دارین خب میرا بعد نیست که من در جیب هایم منم کم هست نه من منظور از این نبود ما هم میخواستم به یک جمله دیگه اشاره رسانا خب خواهیم میگن یک را ایدی نخواهیم و باید ایدی داده شد و نمیدونم دیگه این گپا را شنیده من از ایدی راست ندارم چون من کوچک بودم زیاد ایدی گرفتم از دوستان امروز شما را بعد ایدی خواد دادم اما فقط میبینیم زیاد جمع کرده این بله امروز ما اینا دستیم بکنه شما بتین اونا هم سر در سر میبینیم باز یک جایی تقسیم میکنیم اونا تو فست خب رسید در آغاز ما ما سینی طرف داره البته لودین سر با شما همکاری میکنن نمیفهم خب در طور است که ما در آغاز برنامه دوستا دیدن کن یک دسته گل بسیار زیبا برای شما بدون شک دختر خانمای مقبول آوردم مثل خودتان گل مقبول
اگر همون کافی بوده باشه فکر میکنم درسته، در غیر از اون ما از ایدی دادن احراز نداریم. آقای مجاد، من میخوام یک موضوع را یاد برشم. در اول برنامه اگر یادتان باشه، اگر میگیم من سرام کنم یک داره، گفتین ای توفه است. توفه و ایدی یکی هست. فرق میکنن. نه با همون توفه را ایدی گفتم. و دگر روز در برنامه هایتان چرا گل نمی آورد؟ خب نسکرم من نسکر این کشورم. پیام شریف جای صاحب قام بیرون مگر از روزن نماز قبول قربانی آورد. قبول خوب استی؟ صدت خوب است؟ عید کلتان مبارک. خیلی خوب خوب استی مجاز صاحب؟ سلامت بلا خودت خوب استی؟ والا چی کنیم ما خیلی بود چی نداره. چرا؟ نبردی چیزی باز عزیز گمش که عزیز خوشی و خفر نامزاد کشدی آرسی که کدیه؟ گفتی اگر چیم چارپای کشیدی؟ خوب شد که ما در گذشته آروسی کرده بودیم، اگر نه جنجال تو دخل ما هم بود. اگر نه سایم اگر سر تو مفتاده خدا نکنه، اصلا اون روزا خدا نبرم. دور باشم. حال چی شده؟ حال چی شده راست؟ حال ما میخوایم پولیس شوم. خواه خدمت کنم از ناموس وطن، از برای مردم وطن خدمت کنم. اینم خوشی دیم پشت مشلس میگد نشو پولیس. چرا؟ والا اگه بفهمینیم هر چی گفتم بگو. چرا؟ میگه من نمیخوام پولیس شوم. نه دلیلش خو میپرسیدی ازش؟ پولیس شدن برای هر کس معیا نیست. هر کس نمیتونه پولیس شوه و خدمت بکنه. اینا قهرمان ها هستن. نداره پولیس شوه. بالکل بالکل. وقتی تو توان داری تو را نمیمانن، بیا به دل خود بیا پشت از اون نگرد. ما ام کل چیز اعلام هایتا میایم پیش تو به شک. بیا ما میخوام تو خدمت کنیم در مدت به شک قدم به قدم فهمید که سربازان مدت یک چیز بردوین که این کشور به فرد فرد جامعه ضرورت داره، خصوصا بر شما جوان ها. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از میان شما جوان ها آمدن مستر خدمت به کشورشان و مردمشان هستند. تو افتخار میبخشی که بیایی. بله دامن غم از اینمی هر جای یوار است همین سفرش بالا جگر ما را جگر ما را به خدا دروغ نمیگم حقیقت نمیگم چرا اگر پشت گلتان آمده نه 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 نمیگیرم بالا وان درد دل کنه بیچاره زیاد درد دیده. خب کجا سوال چی کنیم راه حلش نشان بده؟ خوشی ما قناعت میتی یا بخیم این نمزاد ممزاد را کنسل کنم؟ من در خط برنامه به اگرار را نشانت میتم و امو را مشوره میتم مشوره ندی کنم کمه که دور از خوشواق بر نخوره از مرگ موش دور از مگه اگر روی دفعه دل بدل را بیا یک کسی که نیوه امنیتی را نخواه و نخواه که پولیس شوه بچه شوره باید مرگ موش بیدی مگه اگر روی با خوشی گلتای زار پخته کنم گر شب نخورد وقت سحر پخته کنم اگه نخورد بزو وی قمر دوزو بابا زبا بست که من خوشی من بسیار دوست دارم. نه خوشی تو خوشی مثل مادرم دوستش دارم. اما بعضی خوشی ها که مثل خوشی تو هست که برات اجازه نمیتا که پلیس شوی او را باید چیز که من گفتم همون خفتر را بخوتن همون خفتر را بتیم نمک پاش داده را ایسی بخوتن نمیل اشکای ما کم بیایم تو بگی یک کم حلق تا تازه که خدا میره بانست بگی بگی بچش تشویش نکن تشویش نکن آقای مجاد بدل جمع بخوریم شما قدم روی مشکل شما گپ میزنن آقای مجاد هم یک رای حل برتان نشان میدن در ختم برنامه ما برتان میگم چی کنیم گرچه ما گفتم برشون اینم یک دونه یک پسگه که بگی دادن جواب دادن بادام است بادام خب ما نمی فهمیم عزیزی که بیار بار بزنیم پس تا از یاد ما را دیگه که ما را بده که دل ما جمع شد خیلی بخواه ایدی بتونتا؟ از امی اول تال اصل گپ از ادی ایدی میگیرن؟ بله ایدی بتونتا؟ غریب کار هستیم والا بسم الله سعی کن مجای سر نگیری نگیری دو مرا میزنم والا قلاتم نگیری بیبی چه قدر نو است از آزاری کده مقبول است نو خواست ده حقانی است خیر من شما را با صد حقانی پس میدم اوز حقانی پر از نو بدن نمیگیری خیلی باش که مثلا یک پیسه بتم ده نری دیگه نری یه اه ای را نگرفت دیدن صدر پا بتم تی هزار پا برو خودت بگو من میخوایم سرباز شم اونال دیگه سرباز چقدر ما پولیس ها غریب از خیلی صدر پا بهتم تک نداریم بعد ای خیلی پیسه شما پس مانم آلی زیم بارم بیرم حالو بزرم میری میرم خوشوی را اگه قناعت داده معنی شماره شه برای تو رایی میکنم خب برو دیگه برو تا پشت طرف مات دوره تا افغانستان لپاره خدمت کرد زنده بود زنده بود باش کو نبینه یه نمه ایدی بردوی شما پنج پنج صد افغانی ایدی تشکر یک جا ای به نمایندگی از جد ندیدی چی بود چی بود چی بود چی بود مگه موشا شوخی کنم نه مجاید چی از کوکه شوخی بود دایی بود پس ماندم برشان گفتم که را بگیرن که چی میگه نبود میبخشی میبخشی اما
مصرف های زیاد هست. میبخشن دیگه. زنده از خود ما. حالا یک تحفه هست که به ما و به سرباز ها تقدیم میشه از طرف آقای نصیر پروانی. دل بچیستا سربازان وطنا هر لحظه پتا قربان وطنا دل بچیستا سربازان وطنا هر لحظه پتا قربان وطنا قسمون دین زمونگی مان وطنا قسمون دین زمونگی مان وطنا جنت نشان وطنا افغانستان جنت نشان وطن افغانستان طول بچیستا سربازان وطن ستا پاک خورت عزت زمونگا میراست پلار نکا غیرت زمونگا ستا حفاظت ده عبادت زمونگا ستا حفاظت ده عبادت زمونگا ده هر افغان وطن افغانستان ده هر افغان وطن افغانستان طول بچیستا سربازان وطن چیستا سربازان وطنا تول ملا تلل سربازان دی وطن ناس پسنگر کیا تلان دی وطن نور نپری دی تول دخمنان دی وطن نور نپری دی تول دخمنان دی وطن دنن میدان وطن افغانستان دنن میدان وطن افغانستان طول بچیستا سربازان وطن خیلی زیبا واقعا عالی بود. یک جهان تشکر. خدا کنه که اینا تمام نیروهای امنیتی ما این تحفه تان قبول کرده باشن. تبریک میگم خدا کنه که همیشه سرفراز و پیروز باشم. سلام جهان استفاد و جا داره که از تک تک شما ایزان هم تشکری کنیم. واقعا که لحظات که در کنار ما بودین ما را خیلی خوشحال ساختین. واقعا نمیتونیم حتی خوشی های ما را به زبان بیاریم. و در همینجا جا داره که من راضیه جان یک سلام عسکری به تمام نیروهای امنیتی ما بزنیم. درود بر شما. درود بر شما. سلامت باشین. قربان شما. و تحفه ای که سربازای کشور به ما میده واقعا هیچ کس این تحفه را دادن نمیتونه به خاطر از اینکه هیچ کس سرباز شده نمیتونه به خاطر از اینکه کمتر کسان را ما سراغ داریم که او شجاعت را در وجود خود داشته باشه که برن و پلیس باشن، سرباز باشن و جز نیروهای امنیتی ما باشن و واقعا چیز برگفتن باقی نمیمونه. بخاطر از اینکه هر چیز که بگویم کم هست. خیلی کم هستم. بازم یک جهان تشکر قبول کنن. یعنی این واژه های هست که بیشتر از این واژه ها کم میاریم. بله. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از تک تک شما اظهار سپاس می کنم. سلامت باشید. سرود ملی هم آماده نش هست. قیما باید استاد باشیم با احترام.